خب دوستان عزیز این بخش برنامه بسیار مهم آزادی خانشیخون در روزهای گذشته بسیار سر کرده در این مورد میخوام صحبتهایی داشته باشم چهارشنبه خوشبختانه خبر آزادی خانشیخون در استان ادلب در جنوب ادلب بیان شد اما از نظر نقشه و ژئوپلیتیک میخوام نقشه رو بهتون نشون بدم اینا عکسایی است که اون بخش قرمز گرفتن و اینا عکسایی است که دارید میبینید اینجا خان شیخون تو عکسای بعدی خوشبختانه خان شیخون به دست ارتش مردمی سوریه به فرماندهی سردار مقاومت بشار اسد افتاد و خوشبختانه آزاد شد و همونطور که در عکس‌ها می‌بینید خب خان شیخون چرا خیلی مهمه اینجا دیگه این خان شیخون بعد گرفتن امروز هم خبر پیدا کردم که به بخشای بالاتر هم رسیدن و تمام این مناطقی که دارید می‌بینید رو گرفتن اولا خان شیخون در این نقطه از جنوب ادلب که من میخوام تو نقشه نشون بدم این نقشه رو میتونید بهتر ببینید در جنوب ادلب هست خان شیخون خیلی بسیار اهمیت داره گرفتن خان شیخون یعنی مقدمه چه سر صدا یکی داره چیکار میکنه یکی داره دلر میزنه اینجا ساختمون بالای ما به هر گرفتن خان شیخون در حقیقت مقدمه آزارسازی ادله و پایان جنگ هشت ساله در سوریه چون کرداره که میان با صورت دیپلماتیک کردهای سوریه خودشون مثل بچه آدم میان در کانتکست بشار اسد تموم میشه به در ترس ترکیه خب نیروهای تروریستی جبهه نصرت که القایده بودن با حمایت گسترده آمریکا و ترکیه ترکیه اینا رو کامل تجهیز کرد که چقدر این اردوغان منافقه به قول چیز سالوس سالوس در زبان پارسی همون به عربی میشه منافق چقدر این سالوسه و چقدر به اینا کمک کرد حمایت کرد اینا رو تمام حضرت ما سال پیش اولا بشار اسد و نیروهای مردمی حامی بشار اسد و ارتش فداکار و قانونی سوریه در به فرماندهی سردار مقاومت بشار اسد سال پیش میخواستش که ادله آزاد کنه که آخرین پایگاه تروریستای القاعده است که خودشون رو جبهه نصرت مینامن سال پیش قرار بود این حرکت انجام بشه منتها یادتونه دیگه ترکیه با پوتین و این آقای اردوغان با پوتین و آقای روحانی نشستن و ترکیه یه سری قولا داد و گفتش من آروم آروم اینا رو چیز میکنم و تسلیم میکنم و نمیخواد بجنگید و بذارید با گفتگو حل بشو چرا خون بریزیم و مدعی شد که تروریسته اونجا با کاهش تنش ادله و آروم آروم در اختیار بشر رسن یه سری قولا داد هیچ انجام نشد تروریست ها خیلی وقیهانه تر عمل کردن در این یک سال تجهیز, تجهیز کردن خودشون بیشتر آمریکا و ترکیه به اینا قدرت داد من مسئله رو خیلی کلی تر میگم که وارد جزیاتش نشیم که خیلی بحث میشه خیلی کمک کردن به این تروریست ها تا اینکه دولت بشار اسد تصمیم گرفت از یک ماه پیش از سی روز پیش برای آزارسازی ادلب عملیات جدی خودش رو آغاز کنه خب در خان شیخون اینا خیلی مقاومت کردن منتها بد دیدن نه دیگه. زورشون نمیرسه زورشون نمیرسه خان شیخون رها شد و خب مثل بم صدا کرد چرا مثل بم صدا کرد خان یک محل بسیار استراتژیکه همونطور که تو نقشه دارید شما میبینید پایتخته حالا اینجا تو نقشه دورتر بله پایتخته اقتصادی سوریه در حلب که آزاد شده بود اینجا چون ادله دیگه وسطش و جادهه. مهمترین جادهه. یعنی جاده مهمترین جاده یعنی اصلی ترین جاده بین المللی که نمیتونم میگم جاده تقریبا جاده اصلی حلب تا دمشق از خان شیخون میگذشت و بخشی از همین شهرهای نزدیک به خان شیخون خان شیخون یکی از شهرهایی است در دل استان ادلب خب این جاده الان آزاد شد و ارتباط بین پایتخت سیاسی و پایتخت اقتصادی سوریه آغاز شد با این حرکت و مسئله ای که وجود داره بله در این خان شیخون بزرگترین ترانزیت کامیون ها اتفاق می افتاد از طریق این جاده که مسدود شده بود توسط تروریستا و انقدر این اهمیت داره خان شیخون که آزاد شده و الان تروریستا دارن خودشونو بال بال میزنن و رها کردن حالا بیشتر از این تروریستای جبهه نوست خیلی برام جالب آمریکایی چیز دانن. التیماتوم دادن به نظام مردمی بشار اسد که آقا مبارزاتت اونجا تموم کن بکش عقب فلان کن دیگه پیش در ادله پایان بده و دستور چیز دادن به خلق خودشون خوش خودشون توهم دارن دستور میدن التیماتوم و به صورت دستور به حکومت مردمی اسد گفتن که شما باید تمام این فعالیت ها و عملیات های آزادسازی ادلب رو متوقف کنید خب باش تا متوقف کنن غلط کردی که چرا متوقف کنن که تروریست القایده اونجا بمونه ببینید چقدر مسئله مسخره است آقایون به بهانه 11 سپتامبر که دو برج دو قلوشون القاعده زدن اومدن کل منطقه ما رو با آتیش کشیدن حالا خود تخم هراماشون که همون القایده ای که اومدن باهاش مبارزه کردن خودشون هم ساخته بودن علی رژیم اون موقع شوروی در جنگ افغانستان و شوروی اینا القاعده رو درست کرده بودن بعد حالا عملا گفتن آقای القاعده ما رو قربانی کرده دو برج ما رو زده حالا خودشو حامی القاعدهن ای چون حالا القاعده اینجا ضد بشار اسد است که حامی ایرانه متحد ایرانه القاعده خوب شد معیار اینها در مورد گروه های خوب و بد منافع خودشونه نگاه میکنه القاعده اگر به منافعش نیست میایم حمله میکنیم اگه در راستای منافعش داره با اسدی مثلا مبارزه میکنه که اسد متحد ایرانه اونجا القاعده بده بعد میگن که آقا ما ایران حامی تروریسم ما با تروریسم مبارزه میکنیم بابا شما حمایت دارید میکنید الان که تروریست‌ها خان خانشه خون اینا اه نظام و ارتش سوریه تونستش نجات بده چرا شما بهتون فشار اومده میگیر عملیات رو متوقعی اردوغان هم که داره بالبال بال میزنه مثل این مرغی که انگار سرش رو بریدن داره بالبال بال میزنه ناراحت که آقا این جپ نصرت و این القایده و اینا دارن شکست میخورن خیلی هم جالبه تو بگم ها این آقای اردوغان چقدر ابزاری از طریق این القاعده میخواد حکومت بشار اسد رو در مؤاخذه قرار بده و چقدر واقعا ابزاری به قضیه نگم کنه خیلی از همینایی که مال جبهه نصرت بودن از ترسشون با خانواده اومدن وارد ترکیه بشن گرفتنشون کتکشون زدن یعنی همین ارتش ترکیه مثل سگ باشون به خدا چنان اینا رو کتک زده بودن فیلماشو من میدیدم کتکشون زده بودن ولی بازداشتشون نکرده بودن یکی دو روز نگرده شدن حسابی کتک زده بودن گفته بودن بر میگردید میری در ادلب تا آخرین قطره خونتون میجنگید <تصفح> احمق و ما ازتون حمایت میکنیم در ادلب پاتا از ادلب بخوایم من احمقم که اجازه بدم القاعده وارد خاک ترکیه بشه ما از شما داریم حمایت میکنیم که سوریه رو بر هم بزنید اگر فکر کردیم ما عاشق چشم ابرو شما القاعده هستیم وارد ترکیه میشی کور خوندید ارتش ترکیه باشون اینگونه صحبت کرد و کتکشون زده بودن که اینها فیلماش در و من چجوری گریه میکردن حتی بعد از کتک خوردن روزها چند روز از کتک خوردن طرف گذشته بود وقتی داشت تعریف میکرد همینجوری مثل ابر بهار گریه میکرد این برخورد ترکیه با تروریستای جبهه نصرتی است که داره حمایتشون میکنه بعد اون وقت اینا ائتلاف بین المللی میخوان راه بندازن که آقا جا حقوق بشر رعایت میشه شما دارید القای در شکست میدید ای شرفهای شرفای دموکراتیک پوفیوزا با بوم های دموکراسی ملت سوریه رو اینجوری نابود کردن ملت ها رو از بین میبرن الان که داریم علیه تروریست ها کار رو میخوایم یک سره کنیم فشارهای بین المللی میاد که آی شما حقوق بشر رو را رعایت میکنید دارید تروریست رو میذارید کنار <applause> خنددار نیست ولی به هر روی این پیروزی بزرگ داره تمام عاشقان ایران به تمام کسانی که نگران مسائل ایران و منطقه هستن تبریک میگم آزادسازی خان شیخون یعنی به زودی این خبر خوش از طریق همین تیریبون ما خواهیم داد که ادلب آزاد میشه و پس از هشت سال جنگ سوریه پایان پیدا میکنه و اتفاقات و شکوفایی اقتصادی ایران در سوریه آغاز خواهد شد یعنی حتی آغاز که شده مدت است تمام الان خودروسازی ما اونجا کلی قرارداد بس تمام ماشینه که الان زیر پای مردم سوریه هست همه ماشین های سایپاس و قرارداد های خیلی خوبی داره نوشته میشه بندر لاذقیه که مهمترین بنادر که در سواحل شرقی مدیترانه قرار داره که بسیار اتفاقا از نظر جو اقتصادی ارزشمنده دست ایرانه دست ایران الان افتاده دندر الحمیدیه من نظر جو اقتصادی حائز اهمیته ولی نه به اندازه لازقیه, لازقیه لازقیه بسیار مهمتره که لازقیه کلا دست ماست ولی در الحمیدیه که در ترتوس سوریه قرار داره اونجا هم ایران تونسته کارهای خودش رو بکنه خیلی برام جالب بود میگفتن کریدور ایران باید جلوش گرفته بشه که یه جاده خاکی بود مثلا از ایران تا سوری، عراق و سوریه و تا لبنان و میگفتن نه ما باید جلو کریدور ایران رو بگیریم که این حلال شیعه میگفتن این هلال آریایی است <میدور> و به کوری چشمشون این کریدور نه تنها اون جاده هایی که این کریدور رو به هم وصل کرده بود و ما تونسته بودیم از تهران تا سواحل شرقی مدیترانه از طریق سوریه و لبنان برسیم نه تنها این جاده آسفالت شده حسابی بهتون فشار بیاد که شما میخواستید جلو این کریدور رو بگیرید ولی این کریدور رو ما داریم با ریل راهنم خط کشی میکنیم و با ریل راهن تا اونجا داریم میریم دیگه حسابی بر خودتون رو جنگ سوریه داره تموم میشه و پایان این جنگ آغاز شکوفایی امپراتوری ایرانه خان شیخون آغاز داستان تازه آغاز داستانه و پایان شماست آغاز داستان و پایان کسانی است که حمایت کردن از القاعده جریانات پانکورد سوریه از ترس ترکیه و فشارهایی که وجود داره و خب بالاخره آمریکا اینا رو به شکلهای گوناگون بارها تنها گذاشته با گفتگو اینا مجبورن سر تعظیم فرود بیانن در برابر حکومت مردمی سوریه و مجبورم بیان دستبوسی آقای بشار اسد و از کرده های خودشون پشیمونی کنن و کل کردستانم کردستان سوریه هم به پیونده به سوریه و جنگ هک ساله کامل تموم بشه تا الان مهمترین مسئله همین داستان القاعده و جبهه نصرت که خان شیخون از دست دادن همین امروز هم عملیات های بسیار مهمتری انجام شد که تا بخش های بالاتری اومدن از خان شیخون و خیلی جاها رو الان نیروهای بشار اسد و ارتش سوریه آزاد کردن این آزادسازی ها خجسته بر تمام نژادگان ایرانی و مردم ستملیله سوریه و منطقه آینده ایران این بخش برنامه رو میبندیم بدرود